کمک معیشتی به بخش اعظمی از خانوارهای کارگری که زیر خط فقر هستند تعلق نگرفته است. این مطلب را آقای هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرده. پیش از این اعلام شده بود که قرار است کمک معیشتی به 18 میلیون خانوار یعنی 60 میلیون نفر تعلق بگیره و اکنون خبر میرسه که حتی به کارگرانی که زیر خط فقر هستند تعلق نگرفته. و اما بازار بورس و بازار ارز و طلا امروز شاخص کل بورس تهران 1586 واحد رشد داشته، بالا رفته، افزایش داشته و قیمت دلار و یورو هم به همچنین دلار به 12450 تومان رسیده و یورو به 13500 تومان. هر سکه طلا هم از 4,300,000 تومان گذشته و به 4,324,000 تومان رسیده. به گزارش دیجی گولد هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1458 دلار خرید و فروش شده امروز و هر گرم طلای 18 عیار 430,500 تومان و هر دیجی گولد هم 4,305 تومان قیمت گرفت. و اما دانشکده خبر که در سال 1376 تأسیس شده بود قراره که واگذار بشه. این دانشکده که در رشته‌های خبرنگاری، عکاسی خبری و مترجمی خبری دانشجو میپذیرفت و دانش آموخته تحویل میداد، بخشی مهمی از رسانه‌ها رو با دانش آموخته‌های خودش تأمین میکرده. واگذاری این دانشکده بر اساس قانونه و اگر واگذار نشود اجباراً باید طبق قانون منحل بشود. و غیر از این مورد اشاره شده که 5 پیشنهاد برای خرید دانشکده خبر تا کنون رسیده. امیدواریم که خریداران با صلاحیت دانشکده خبر رو خریداری بکنند. اما دو ایرانی تبار برندگان جایزه بین المللی امی بودند. 47 مراسم اعطای جوایز بین المللی امی با حضور 1000 چهره تلویزیونی در هتل هیلتون نیویورک برپا شد و خانم کریستین امانپور یکی از دو جایزه ویژه رو دریافت کرد و از 11 تندیس امی یکی از آنها به روزبه کابولی، روزنامه نگار ایرانی تبار که مستند رقص یا مرگ را ساخته بود تعلق گرفته. قطع اینترنت موضوعی بود که این روزها، این 10 روز مرتبا درباره آن صحبت شده. امروز هم آقای امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفته بود که 10 روز اختلال در ارتباط در کشور تحمل کردنی نیست. اینکه نهادهای امنیتی کمکاری خودشان در حوزه عدم مدیریت را با قطعی اینترنت جبران کنند قابل پذیرش نیست. پس از صحبت ایشون، این آقای کارشناس، شورای امنیت کشور شاک یک جلسه اضطراری عصر امروز تشکیل داده و بالاخره سرانجام اینترنت موبایل در بخش اعظمی از ایران متصل شد، از جمله در تهران. و در مورد مسائل خاص اشخاص خاصی اظهار نظر میکنن که یک اظهار نظر از آقای محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی، جالب به نظرم اومده که سر صفحه به دستم رسیده. ایشون به شبکه افق گفتن که متاسفانه مردم به دولت، نه این دولت بلکه هر دولت دیگری اعتماد ندارند. گفته آقای قوچانی که یکی از چهره‌های شاخص مطبوعاتی اصلاح طلبان یا حزب سازندگی هم هستند، این که مردم به هیچ دولتی اعتماد ندارند
برداشت خاصی می شود از او کرد، از این گفته کرد، و در واقع یک نوع همراهی با اعتراضات وسیع و شعارهای تندی که در این اعتراضات داده شده یک نوع تأیید هست، تأیید این شعارهای تند هست. و اما در مورد ناآرامی ها و اعتراضات صحبت های مختلف همچنان ادامه داره. سید نقوی حسینی نماینده مجلس گفته است عدد و رقم بازداشتی های ناآرامی های اخیر ایران حدود 7000 نفر هستند. و در این مورد آقای مصطفی کواکبیان هم اظهار نظر کرده و گفته اغلب دستگیر شده ها در حوادث اخیر با تحصیلات زیر دیپلم و 70% آنها نیز بیکار بودند. 70% آنها بیکار بودند. پیش از این آقای سعید محیط‌فر جامعه شناس به خبرگزاری ایلنا گفته بود که امروز ما مانده ایم با یک اقتصاد ورشکسته، فسادها، تبعیضها و سیاستهای غلطی که طی 30 الی 40 سال باعث تخلیه روستاها شد، در حاشیه کلان شهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی متمرکز شده، لشکر گرسنگان شکل گرفته است که هر روز برای هجوم به کلان شهرها آماده تر و با انگیزه تر هستند. ایشون این لشکر گرسنگان را 24 میلیون نفر تخمین زده. و در همین مورد آقای احسان محمدی یادداشت نوشته و نوشته است که اعتراضات خیابانی در ایران بسیار پرهزینه است. در دی ماه 96 بیش از 20 نفر کشته شدند. هنوز عده‌ای در بازداشت هستند و خانواده‌هایی سیاه به تن دارند. اینکه عده‌ای باز به خیابان می‌آیند و فریاد می‌زنند نشانه ساده‌ای نیست. خوشی هم زیر دلشان نزده. اینها جان به لب رسیدند. چیزی برای از دست دادن ندارند. انکارشان نکنید. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تحریم محمد جواد آذری گفته است که تحریم‌های بیشتری در راه است. آقای مایک پومپئو گفت مقامات جمهوری اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر مردم تحریم می‌کنیم. و آخرین خبری که سر صفحه به دست من رسید این بوده که ماهواره‌های هاتبرد و یوتلسات، شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی یعنی IRIB رو قطع کردند.